به نام خدا. دوستان عزیز سلام عرض می کنم، تشکر می کنم از اعتماد شما و از اینکه بعد از دوره اول بسیاری از دوستان تصمیم گرفتن که این دوره ادامه پیدا کنه و الان در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید، بنده بنا دارم در 3 دوره متوالی اقتصاد پولی مدرن رو انشاءالله در کشور جا بندازم و خدمت شما عزیزان ارائه بدم. تنها درخواستی هم که از شما دارم این هست که سعی کنید که این علمی رو که دریافت میکنید انشاءالله شما هم نشر بدید و در اختیار سایر افراد قرار بدید. امیدوارم با این آشنایی که از تعریف پول، از مکانیزم خلق پول، از رابطه بین بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و از سیاست‌گذاری پولی دریافت می‌کنید، با این اطلاعاتی که در مورد این مسائل دریافت می‌کنید، انشاءالله اگر شما نشر بدید ما بتوانیم بعد از 50 سال بر یک بیماری منقرض شده در سایر کشورها مثل تورم غلبه پیدا کنیم و امیدوارم شرایطی در کشور ما پیش بیاد که مسائل مدرن انشاءالله خیلی بهتر و بیشتر از گذشته در عرصه سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری مالی و پولی جریان پیدا بکنیم. خب ما برگردیم ببینید، من جلسه دفعه قبل یک سری کتابی رو در ابتدای دوره معرفی کردم به درخواست عزیزان و دوستان. این دفعه باز هم این کتاب ها رو معرفی میکنم و خدمتتون اینجا نشون میدم. ببینید این کتاب بسیار کتاب زیبا، ارزشمند و توصیه اکید بنده این است این کتاب رو بخونید. کتاب خصوصی سازی پول نوشته هایک هست و ترجمه امیرضا عبدلی و آقای محمد جوادی. البته ببینید دوستان دقت بفرمایید که مکاتب مختلف اقتصادی در مورد پول خیلی اختلافات شدیدی دارن. این کتاب نظریات اقتصاددانان اتریشی رو که قشر بسیار راست اقتصاد به حساب می آیند، که علم اقتصاد رو هم به طور کامل قبول ندارند و علم اقتصاد خودشون رو معمولا قبول دارند، این کتاب توسط این دوستان به عنوان مرجع در نظر گرفته میشه. چون بنده خودم یکی از علاقه هام پول خصوصی هست و آقای هایک هم به نظر من یکی از اساتید برجسته اقتصاد در طول تاریخ رشته اقتصاد بوده، به شما توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید ولی از گرایش ایدئولوژیک کتاب با خبر باشید. کتاب دیگر باز هم همون گرایش ایدئولوژیک رو دنبال میکنه، کتاب فایده گرایی هست، اثر جان استوارت میل و آقای مرتضی مردی ها این رو ترجمه کردن. این کتاب هم خیلی کتاب خوبیه، به پول انقدر مربوط نمیشه ولی نزدیک هست به مباحثی که در کلاس مطرح میشه. باز هم از دیدگاه ایدئولوژیک راست به این قضیه در واقع به اقتصاد توجه میکنه. کتاب سوم آقای نیل فرگوسن، شاید بعضی از دوستان بشناسن. آقای نیل فرگوسن ببینه کتاب تاریخ برآمدن پول، تاریخ مالی جهان برآمدن پول. آقای نیل فرگوسن شاید بزرگترین استاد تاریخ اقتصاد در دنیا، استاد دانشگاه هاروارد بودن. ایشون اسکاتلندی هستن، در انگلیس حضور داشتن، در امریکا حضور داشتن. از نظر سخنرانی بسیار سخنران متبحری هستن، کلاساشون خیلی پرشور برگزار میشه. ایشون یکی از افراد با نفوذ عرصه اقتصاد در دنیا هستن. این کتاب هم کتاب خیلی خوبی است، ترجمه خوبی نشده بود. آقای احمد محمدی از دوستان خوب ما که در استاد دانشگاه کردستان هستند مجدداً این کتاب رو ویراستاری کردن و حالا شما ملاحظه می‌فرمایید که ترجمه 2 نفر در واقع شد در نهایت کار در اومده، که خانم شهلا طهماسبی و آقای دکتر محمدی عزیز. و کتاب دیگر که به نظر من اگر شما هیچ کدوم از این کتابا رو نمی‌خواید بخونید باید حتما این کتاب رو اول شروع کنید و این رو بخونید، به مباحث ما بسیار نزدیکه. یکی از بزرگترین ماکرو اکونومیست ها در دنیا، اساتید اقتصاد کلان، ملازم همه نبرد با رکود، توصیه های کینز جدید. ببینید این آقا نیو کینزیان هست، آقای پول کروگمن. پول کروگمن نیو کینزیان هست، خیلی مباحث شبیه هست، یعنی مباحث ایشون خیلی شباهت داره
به این مطالبی که ما در این کلاس مطرح میکنیم، هر چند که مطالبی که من در این کلاس خدمت شما مطرح میکنم مباحث جدید اقتصاد پول و بانک است که نزدیک میشه مباحث نیو کینزیان. دقت بفرمایید اینها با هم متفاوت هستند. نیو کینزیان ها خودشون در واقع منتقد کینز هستند، ولی در مقابل راست افراطی، حالا این نیو کینزیان ها مداخله دولت در دوران رکود رو تجویز میکنند و شدیداً تجویز میکنند. این ببینید تفاوت در اینجاست که هر دو مخالف حضور دولت در اقتصاد هستند وقتی بخش خصوصی میتونه عمل کنه. اما برخی از اقتصاددانان که من واقعا احساس میکنم که نظریاتشون کاملا افراطی است و در دنیا شاید بجز کشور ما کشور دیگری از این مواضع پیروی نمیکنه، برخی از اقتصاددانان معتقدن که دولت به هیچ وجه نباید در اقتصاد دخالت کنه. اما در آمریکا به عنوان مثال بعد از 2008 مواضع همین آقای پال کروگمن که عکسش هم میبینید روی جلد هست، انتشارات دنیای اقتصاد هم اینو منتشر کرده، مواضع آقای پال کروگمن بوده که به اجرا گذاشته شد. اگر مواضع مثلا مکتب شیکاگو یا مکتب اتریشی به اجرا میخواست گذاشته بشه، هیچ کاری نباید انجام میشد در جهت مقابله با رکود، چرا که اعتقاد بر این هست که بازارها خود به تعادل خواهند رسید. خیلی خوب، من اینا رو معرفی کردم. دو کتاب آخر، یک علم اقتصاد تجویزهای بسیار، این هم کتابی هست که اخیراً توسط وزارت اقتصاد منتشر شده، کتاب بسیار خوبی هست، توسط آقای رودریک نوشته شده، دنی رودریک، که این هم کتابی هست که توصیه میکنیم که شما در حین این دوره ها انشالله اینها رو بخونید. کتاب آخرم که خاطرتون هست در دوره اول خیلی در مورد کتاب صحبت کردیم، کتاب پول یوال هراری هست. آقای هراری کتاب های مشهور دیگری دارن، کتاب پولشون به اندازه کتاب های دیگه مشهور نیست، ولی کلن به مبحث پولشون علاقه داره. منطقه من تأکید میکنم که یک مقدار ایشون بالاخره اون ساپورت میدیا رو داره، رانت از میدیا میگیره. حرفای خوب و جدید در کتاب هست، ملاحظه بفرمایید. تعریف کنیم بهتر هست به نقش های پول در جامعه بپردازیم، بعد پول خود به خود تعریف میشه. ببینید پول سه نقش اصلی در اقتصاد ایفا میکنه، یک نقشش یک مقدار متفاوت هست. پول میتونه وسیله سنجش باشه، یعنی ارزش کالاها و خدمات رو از طریق واحد پولی میسنجه. اما پول انواع و اقسامی داره که هر کدوم از این انواع و اقسام در دو نقش دیگر تفاوتهایی درشون دیده میشه. یکی وسیله مبادله است، یکی وسیله حفظ ارزش. مدرن پولی و بعد این هم مقاله بانک مرکزی انگلیس هست که در سال 2014 نوشته شده. و اینجا ما رسیدیم به نقش‌های اساسی پول. درس کردم خدمتتون هر نوع پولی در یک جامعه میتونه وسیله سنجش باشه، یعنی با اون واحد پولی ارزش کالاها سنجیده می‌شود، ولی در نقش دیگر یعنی وسیله مبادله بودن و حفظ ارزش کردن پول، انواع مختلف پول با همدیگه متفاوت هستن. اما من یک توضیح فرض کنم، انواع و اقسام پول داریم. یک سری از پول‌ها پول در گذشته پول سنتی بر الان نیست. بسیار، پول سنتی که ما در اقتصاد داشتیم در واقع پول طلاپایه بود یا پول کالاپایه بود. در ابتدا اولین پول‌هایی که در دنیا داشتیم در دنیا بود، یکی مثلا صدف بوده، یکی دیگه جواهرات بوده، سنگ‌های قیمتی بوده، و بعدها پول تبدیل شد به پول طلاپایه. تا زمان گوبلای خان در چین در زمان مارکوپولو اصلا مفهوم پول کاغذی وجود نداشت. اولین بار در چین پول کاغذی به وجود آمد، اما پول کاغذی که در چین به وجود آمد خیلی به ندرت و به تدریج در دنیا گسترش پیدا کرد. این پول کاغذی رو تحت عنوان پول فیات میشناسیم. پول فیات، ما از پول طلاپایه شروع کردیم. برداشت انسان‌ها در طی چند هزار سال گذشته این بوده که پول طلاپایه یا پولی که بر مبنای کالا هست، این پول یک ارزش ذاتی داره. این برداشتی بود که وجود داشت.
و برای همین بود که همیشه معتقد بودیم که باید یک نوع پولی به وجود، یک نوع پولی رو به کار بگیریم که نشه این پول رو تقلید کرد یا نشه این پول رو جعل کرد، مثل این پول به وجود آورد. یکی از دلایلی که از طلا و نقره استفاده میشد این بود که تولیدات طلا و نقره محدود در دنیا، محدود بود لااقل در دنیای سنتی تولیدات طلا و نقره خیلی محدود. خب مسئله اینجاست که وقتی تولیدات طلا و نقره محدود بود، از طرف دیگر طلا و نقره در واقع دچار آسیب نمی شدن، مثل مثلا فلز آهن که زنگ می زد. این دو خصوصیت باعث شد که پولهای طلا پایه رواج پیدا کنه. بسیاری از نظامهای دنیا هم نظامهای دو فلزی بودند، یعنی هم طلا درشون در جریان بود هم نقره درشون در جریان. تا زمانی که آقای گوبلای خان در که حاکم مغول بودند بر چین که حکومت میکردند، پولی رو بر روی کاغذ منتشر کردند و چگونه این پول جعل نمیشد؟ خب به سادگی ممکن بود این پول جعل بشه، اما کاری که آقای گوبلای خان کرد این بود که هر کس پول رو جعل میکرد بلافاصله اعدام میکرد و این قضیه باعث شد اصلا کسی جرأت نمیکرد که پول کاغذی رو جعل کند. و اینجا بود که یک مسئله به وجود آمد و بعدها اسکناس رواج پیدا کرد به عنوان سند طلا. یعنی در اروپا هم اسکناس این بود که افراد طلای خودشون رو نزد بانکداران به وثیقه می‌گذاشتند و در ازای اون یک رسیدی دریافت می‌کردند که به تدریج این رسید رو در اختیار افراد دیگر قرار دادن و این رسید گردش پیدا کرد. دقت کنید، یک تیکه کاغذ گردش پیدا کرد. اسکناس از اینجا بود که در اروپا شایع شد و در انقلاب صنعتی به سرعت رشد کرد. اما واقعیت این بود که باز هم گفته می شد که اون برگه کاغذ اگر ارزش داره به خاطر این هست که به مقدار کافی طلا پشتوانه داره. بنابراین برداشت این بود که پول باید دارای پشتوانه باشد تا پول بشود. این برداشتی بود که سالیان سال وجود داشت تا اخیراً که ما متوجه شدیم که پول اصلاً نیازی نیست ارزش ذاتی داشته باشد. پول فقط اگر اعتماد بشه به پول ایجاد کرد، یعنی مردم بپذیرن هر چیزی رو که مردم به عنوان وسیله انتقال ارزش و وسیله حفظ ارزش مردم بپذیرن، اون پول به حساب میاد. البته بعدها وقتی که ما از پول فهم بالاتری پیدا کردیم، آقای فریدمن استاد عالی رتبه دانشگاه شیکاگو بودند که گفتند که اصلا پول در دنیای ما قبل مدرن هم پول همواره فیاتمانی بوده یا پول حاکمیتی بوده. ایشون عنوان کردند که اگر ارزش اون پول هر زمانی کمتر از ارزش طلای اون سکه به عنوان مثال می شد، بلافاصله مردم، افرادی پیدا می شدن فرصت طلب سکه ها رو آب می کردن و از اون فلز استفاده می کردن. بنابراین در طول تاریخ ارزشی که پول منتقل می کرده بیش از ارزش ذاتی بوده که پول رو در واقع پشتیبانی می کرده. بنابراین این فرضیه پشتیبانی پول با استفاده از طلا، نقره، جواهرات و سایر این مسائل اصلا هیچ جنبه علمی متاسفانه نداشته و ندارد. خب این فهم مدرن بود که در سال 2009 فردی برنامه‌ای نوشت که این برنامه تحت عنوان بیت کوین شناخته شد، یعنی یک واحد پول دیجیتال که اصلا پول کاغذی هم نیست. ولی کاری که این فرد انجام داد این بود که هزینه تولید این واحد دیجیتال به تدریج افزایش پیدا کرد و همین مسئله باعث شد که و به اون نتورک یا به اون شبکه کم کم اعتماد ایجاد شد، اطمینان ایجاد شد. از کجا اطمینان ایجاد شد؟ هزاران نفر شاید در دنیا تلاش کردند که این بیت کوین رو جعل کنند ولی نتوانستند جعل کنند و کم کم وقتی که متوجه شدند که واقعا یک پول الکترونیکی وجود داره که قابل جعل نیست، ارزش بیت کوین ناگهان به سرعت افزایش پیدا کرد.
از یک چیزی در حدود چند سنت به چند دلار رسید، از چند دلار به چند صد دلار، و بنده خودم شاهد بودم وقتی که چون دنبال می‌کردم از حدود چند صد دلار تا حدود 20,000 دلار رو من دنبال می‌کردم. و این در واقع نه فقط یک پیشرفت بزرگ در عرصه تکنولوژی هست این بیت کوین، بلکه پیشرفت بزرگی در فهم ما از مفهوم پول هست که ما قبلا در گذشته این فهم و درک رو نداشتیم و به تازگی داریم میآموزیم که پول چیست. همین که بیاموزیم پول چیست، بعد متوجه بشیم پول چگونه به وجود میآید، پول چگونه ممکن است اعتماد رو جلب کنه، ما میرسیم به اینکه سیاست گذاری پولی چیست، میرسیم به اینکه تورم چرا به وجود میآید، و میرسیم به اینجا که چگونه ممکنه ما بتوانیم در آینده حتی در ایران، یک چیزی مثل عراق و افغانستان، حتی در ایران هم بتوانیم تورم رو کنترل کنیم. الان مسائلی که من خدمت شما عرض میکنم به نظر میرسه مقداری در بانک مرکزی نسوخ پیدا کرده، ولی در سایر دستگاه‌های کشور در به سطح مدیریت عادی نرسیده هنوز این مفاهیمی که خدمت شما عرض می‌کنم. خب من میرم روی اسلاید. ملاحظه می‌فرمایید که عرض کردم سه تا نقش داره پول، یکی وسیله مبادله است، یکی وسیله سنجش است و دیگری حفظ ارزش است. و من خدمت شما تاریخچه دو نوع پول رو توضیح دادم. چرا این دو نوع پول رو توضیح دادم؟ حالا عرض می‌کنم خدمتتون. این دو نوع پول، یکی در واقع پول کالا پایه یا پول فلز پایه بود یا پول دو فلزی طلا و نقره بود، و دیگری پول دیجیتالی، اون هم به صورت کریپتوکارنسی مثلا بیت کوین. اما سایر پول‌هایی که امروزه در دنیای مدرن استفاده می‌شوند، فقط تقریبا تمام این اقسام پول، اینها تعهدات یک فرد یا یک نهاد هستند. تعریف پول میتونه بسیار گسترده باشه، میتونه بسیار محدود باشه. اصلا ما همین الفاظ رو داریم و در مقاله خواهیم خوند. نرومانی و برادمانی. مثلا نرومانی اون پولی هست که بانک مرکزی منتشر میکند و در بازار بین بانکی جریان داره. این پولی که در بازار بین بانکی جریان داره تحت عنوان مانیتری بیس یا پایه پولی شناخته میشه. البته از نظر بانک ها پایه پولی مجموع ذخایر یا سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی است. پس یکی از وظایف مهمی که بانک مرکزی هر کشوری در دنیا ایفا میکنه این هست که بانک مرکزی بانک بانک هاست. بانک ها پول خودشون رو در بانک مرکزی ذخیره میکنن. این پولی که بانک ها در بانک مرکزی ذخیره میکنن تنها قابل انتقال به سایر بانک ها در بازار بین بانکی است. پس این پول رو نمیشود از بازار بین بانکی خارج کرد. اما میشود بانک ها به عنوان مثال تسهیلات بدهند و تسهیلیه رو در بازار بین بانکی انجام بدهند و بدین طریق از مازاد ذخایری که در بازار بین بانکی دارند استفاده کنند. خب این نوع پول رو ما تحت عنوان تعهد بانک مرکزی میشناسیم. یعنی بانک مرکزی بوده که این پول را به وجود آورده است. برای بانک ها این ذخایر نزد بانک مرکزی یک دارایی است. برای بانک مرکزی یک تعهد است. چرا تعهد است؟ چون بانک ها میتونن این سپرده رو از بانک مرکزی به یک نحوی طلب کنن. بانک ها میتونن از این سپرده استفاده کنن. از نظر نظام بانکی این سپرده ارزشمند هست و ارزش رو منتقل میکنه. به همین صورت پولی در جامعه در جریان هست که در حسابهای بانکی من و شما گردش میکنه. باز هم این پول برای من و شما وقتی حساب بانکیمون رو آنلاین چک میکنیم و مثلا میبینیم که اگر خدا بخواد مثلا 100 میلیون تومان در حساب بانکیمون هست، این 100 میلیون تومان، ما یک احساس خوبی از این 100 میلیون تومان پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه این برای ما پوله، برای ما ارزش داره، برای ما داراییه. ولی برای بانک تجاری اینطور نیست. برای بانک ملی، بانک ملت، اینها بانک‌های تجاری هستن در ایران. بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان،
شما وقتی سپرده ای درون این بانک ها دارید، بانک موظف است هر زمانی شما این سپرده رو طلب کردید، سپرده رو در اختیار شما قرار بدهد. یعنی بانک در واقع سپرده ای که شما در بانک دارید برای شما دارایی است، ولی برای بانک در واقع بدهی به حساب می آید. پس ما پولی که در جامعه معمولا داریم و گردش می کنه از نوع تعهد بانک تجاری است. حدود 97.5% از کل پولهایی که در جامعه گردش می کنه تعهد بانک تجاری است، ولی 2.5% از پولی که در جامعه هست اسکناس و مسکوک هست، که اسکناس و مسکوک تعهد بانک مرکزی است. چرا تعهد بانک مرکزی است؟ چون بانک مرکزی آنها را به وجود می آورد. دقیق فرمودید، بانک مرکزی است که ضرب می کند، بانک مرکزی است که اسکناس منتشر می کند. پس بنابراین اسکناس و مسکوکی که در اختیار ما قرار می گیره تعهد بانک مرکزی است، اما تمامی حسابهایی که شما در بانک ها دارید تعهد بانک تجاری است. اما مدرن‌ترین نوع پول در جامعه چک هست. چک تعهد فرد هست، تعهد بخش خصوصی است. چرا چک میشه به عنوان پول به حساب بیاوریم؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این هست که چک رو شما میتونید به دیگران منتقل کنید اگر قابل انتقال باشه. خب من برمیگردم روی اسلاید ها. دوستان تا اینجا مشکلی نبود؟ من یک نکته ای رو اینجا خدمت شما می‌نویسم. پس ببینید، ما انواع و اقسام چک داشتیم، ما انواع اما نکته که الان میخواستم خدمت شما عرض کنم، چک میتونه پول باشه به یک شرط. من چون میخوام لغت انگلیسی هم خدمت شما بگم چون خیلی به دردتون میخوره، پس چک که داریم، حالا با این اسپلینگی که من اینجا انجام دادم، دیسکاسی نوت رو شما دارید میبینید، چک که ما داریم نگوشبل اینسترومنت هست. چرا اینجوری ببخشید، نگوشبل اینسترومنت. خب دوستان، نگوشبلیتی که من خدمت شما عرض کرده بودم خاطرتون هست منظور چیست؟ من قبلا در مورد این الفاظ صحبت کرده بودم، درسته؟ رنگش رو قرمز کنم. از ملاحظه می فرمایید که نگوشبل اینسترومنت، ایوال آقای آرش برخورداران، فکر میکنم که در کلاس قبلی بنده قابل صلح، درسته؟ بله بله، قابل انتقال، قابل صلح، قابل معامله، همه درست نوشتن. بله بله، آقای برخورداران درست نوشتن قابل صلح. بنابراین دقیقا فهم قابل انتقال، نگوشیشن اینجا یعنی انتقال. نگوشیشن ما در واقع در مباحث مدیریتی یعنی مذاکره، ولی در مباحث بانکی نگوشیشن یعنی انتقال. نگوشبل یعنی یک برگه کاغذی که قابل انتقال است. اگر چک قابل انتقال باشد، قابل واگذاری باشد، ما در فارسی در گذشته می نوشیم قابل زهرنویسی. چرا زهرنویسی؟ اگر این روی چک بود، پشت چک، ما میتونستیم این چک رو، بچه این چک رو به فرد دیگری منتقل کنیم. قانون جدیدی برای چک در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در بانک مرکزی در حال اجراست که به نظر من بسیار قانون مدرنی است. چرا این؟ بله، اندورسینگ. اندورسینگ البته با ای هست، در اختیارش باید ای بذارید. اندورسینگ یعنی که زهر نویسی، یعنی پشت نویسی یا زهر نویسی. زهر اینجا به معنی پشت است، یعنی پشت چک رو میتونیم بنویسیم و این رو منتقل کنیم به این در واقع سند رو منتقل کنیم به فرد دیگری. بله، زهر نویسی رو خوبی نوشتم دوستان. خیلی پس من با اجازه میرم سریعتر. خب پس ببینید، اگر چک قابل انتقال باشه، این تعهد بخش خصوصی است. به نظر من مدرن ترین پولی که در دنیا داریم پول تعهد بخش خصوصی است که چک باشد. اما اون چیزی که آقای هایک گفته در این کتاب که من خدمتتون نشون دادم، آقای هایک میگه باید برگردیم به نظام طلاپایه. من خیلی مشکل دارم با نظام
پایه مشکل دارم. مشکل ما کجا بود؟ در کلاس پیشی ما خدمت شما عرض کردیم دنیای مدرن که پول مبتنی بر احسنت که پول مبتنی بر در دنیای مدرن پول مبتنی بر چی داریم؟ آفرین. در دنیای مدرن پول ممکنه که پول از هیچ به وجود بیاید. وقتی از هیچ به وجود بیاید یعنی هزینه نداره، تولید هزینه حاشیه‌ای تولید پول یا نشر پول صفر است. در دنیای مدرنی که پول به صورت الکترونیکی، نه فقط منظورم بلاکچین نیست، به صورت الکترونیکی در رایانه بانک ها پول ثبت می شود، هزینه به وجود آوردن این پول مطلقاً صفر است. وقتی هزینه به وجود آوردن پول صفر باشد، اگر نظارت نباشد، اگر مکانیزم های کنترلی نباشد، چه اتفاقی در دنیای مدرن ممکنه بیفته؟ ما یک پدید احسن خانم ناهید اکبری، احسن آقای مهدی قربانپور، آفرین بر شما. ببینید پس تورم یک پدیده مدرنه. در دنیای سنتی مطلقا تورم وجود نداشته. اگر تولید به شدت کاهش پیدا میکرد، مثلا جنگ میشد، یک نفع تورمی به وجود میامد، مثلا قیمت کالاها دو برابر میشد. بعد از جنگ که دوباره کالا تولید میشد، دقیقا نرخ تورم منفی مثبته. ببینید نرخ تورم 100% بالا میره، بعد منهای 50% کاهش پیدا میکرد، دقیقا به همون نرخهای قبلی یا قیمتهای قبلی میرسید. پس در دنیای سنتی چون هزینه تولید پول بالا بود، حجم پول در اقتصاد ثابت بود، بنابراین در این اقتصادها تورمی وجود نداشت. اما چه وجود داشت در نظام ما قبل مدرن؟ فرمودن که استاد آقای روحانی چند مدت قبل گفتن بخشی از ذخایر ما پشتوانه پول است. بله، اون ذخایری گفتن ذخایر خارجی بانک مرکزی هست، اما همین نگرش سنتی باعث میشه که ما مثلا از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برداریم، به حساب بانک مرکزی منتقل کنیم و بدین طریق ما اقدام به ایجاد پایه پولی کنیم. خیلی مشکل داره این دیدگاه‌های سنتی ما قبل مدرن مشکل ایجاد میکنه. خیلی خوب، اما مشکل این پول سنتی که تورم درش وجود نداشت چه بود؟ دو مشکل اساسی داشت. بفرمایید. احسن. یکی ربا بود. یعنی چه ربا؟ ببینید ربا فقط یک مبحثی نیست که در اسلام اومده باشه. در هر مکتب ارزشی ربا غیر قانونی است، ربا غیر شرعی است. در یهودیت ربا غیر شرعی است، در مسیحیت ربا غیر شرعی است و در اسلام هم ربا غیر شرعی است. منظور نرخ بهره بالاست. قیمت بالای پول. چرا قیمت پول بالا بوده در دنیای ما قبل مدرن؟ خب عرض کردم شما دیگه، به خاطر کمیابی. درسته دوستان؟ به خاطر کمیابی قیمت پول در دنیای مدرن خیلی بالا بوده. هزینه در واقع هزینه صرف نظر کردن از مصرف امروز خیلی بالا بوده. افراد برداشت میکردن که الان در کشور ما نواز مطرح میشه، میگن خب اگر یک فردی امروز از پول استفاده نکرد و سال بعد مصرف کرد، این فرد باید جبرانی براش داشته باشی. خب این جبران چقدر هست؟ به نظر شما این جبران چقدر میتونه باشه؟ حد دقیقا اگر در یک اقتصادی برای سالها تورم نباشه، دقیقا فرمودید آفرین، در از تورم. حالا اگر در کشوری برای سالها مثل ژاپن تورم صفر بود، مردم چقدر باید پرداخت بشه به مردم تا ارزش مصرف امروز، مصرف امروز رو متوقف کنند، مصرف آینده رو داشته باشن؟ آقای مصطفی پور، آقای کرد تبار، من واقعا افتخار میکنم به شما. منفی نیست آقای سروش، منفی هنوز ما بهش نرسیم که بگیم منفیه. منفی هم میشه، من نمیخوام دیگه در باشه هم صحبت کنم. مثلا اگر شما الان جوونید، بعد به شما میگن که شما یه پولی کنار بذارید، همین ارزش رو 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه ما به شما میدیم که بتونید دوران بازنشستگیتون رو بگذرونید. فرد حاضره روی این پول حتی یه مثلا 0.5% هم در سال ضرر کنه ولی این اتفاق بیفته. دقیق فرمودید؟
الان نظام های تأمین اجتماعی دولتی در سراسر دنیا، نظام های دولتی در سراسر دنیا، دوستان همه چی اوکیه، مشکلی نداره. ببینید نظام های تأمین اجتماعی دولتی در سراسر دنیا بازدهیشون معمولا منفیه، ولی با این حال مردم حاضرن که این در واقع منفی رو جذب کنن. اما ببینید صحبت ما این هست که اگر ما تجربه به تجربه دریافتیم که مردم وقتی میخوان پول مصرف امروز رو به فردا منتقل کنند، معمولا تقاضای ربح یا بهره بالایی ندارند، یعنی در چه حدی حاضرن دریافت کنند که امسال مصرف نکنند سال بعد مصرف کنند. خب ما اقتصاد ژاپن رو داریم، اقتصاد آلمان رو داریم، اقتصاد سوئیس رو داریم، در این اقتصادها حجم پول بالاست، تورم هم وجود نداره. پس ارزش پول چقدر هست؟ ارز قیمتی که ما برای پول ما در اون کشورها ملاحظه کردیم برای انتقال مصرف خیلی نزدیک به صفر بوده، یعنی مثلا 0.1%، فقط فرمودید. بنابراین اگر شما میبینید در یک کشوری در دنیای سنتی یا الان در دنیای مدرن پدیده رب وجود داره، پدیده ربا وجود داره، مشخصا به دلیل کمیابی خود پول بوده، نه به دلیل اینکه ارزش زمانی که در ذهن ما بوده. دقیقا فهم این رو مطالب بالاخره فلسفی است که من باید اینجا به خدمت شما عرض میکردم و دوره گذشتم اینها رو بنده نگفتم، که این دوره همین مروری که داره میکنیم جدید باشه برای دوستان. پس در دنیای سنتی ما پدیده ای داشتیم تحت عنوان ربا، تحت عنوان بهره. و ربا و بهره اگر در این اقتصادی داشته باشید یعنی چه دارید؟ دوستان ربا و بهره اگر داشته باشید در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاقی میفته؟ دوستان بفرمایید در بخش واقعی اقتصاد نه دیگه، نه اینفلیشن نیست، رکود. اگر نرخ بهره واقعی بالا باشه، نرخ تورم صفر باشه، در اقتصاد رکود به وجود میاد. اتفاقا در دنیای مدرن ما یک نمونه داریم از کشوری که رفت به سمت نرخ‌های بهره بالا، نرخ بهره واقعی بالا. منظور ما از نرخ بهره واقعی چیه؟ من دوباره در نوت خدمت شما می‌نویسم. ای بابا این بازم لیزر بدین من رنگش رو تغییر بدم. من الان خدمت شما می‌نویسم. خب real interest rate، دوستان real interest rate رو در چت، در صفحه چت بنویسید. فارسی چی میشه؟ احسن. فارسی چی میشه؟ خب real interest rate، نرخ بهره واقعی. اگر در علم اقتصاد در مورد بهره صحبت کنیم، ولی مشخصا نگیم که این نرخ بهره که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نرخ بهره اسمی است، یعنی نرخ بهره است که به عنوان مثال بانک در اختیار افراد قرار میده، اگر این عنوان نشود در تمامی مقالات اقتصادی منظور کدوم نرخ بهره است؟ در مقالات اقتصادی همواره اگر عنوان نشود RIR، آفرین آقای قربانپور، احسنت بر شما، RIR یعنی Real Interest Rate، نرخ بهره واقعی. پس همواره ما در مورد نرخ بهره واقعی صحبت میکنیم. الان یک بحث بزرگی در کشور ایجاد شده، افرادی میگن که این اوراق، نرخ بهره اوراق بالاست، از بهترین دانشگاه دنیا اومدن. نه اینکه فکر کنید افراد بی سوادی باشن، بسیار بسیار فرهیخته، خیلی خوب خوندن، ولی اون نکات ریزی که باید در ابتدای اقتصاد، آموزش اقتصاد بدونن شاید نمیدونن. این بک‌گراند اقتصاد نبوده. البته خودم هم دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی اول درس خوندم. ولی من روی این مطالب پایه خیلی تاکید میکنم و قبلا هم تاکید میکردم. پس دقت بفرمایید، real interest rate هست که در مقالات اقتصادی اومده.
اگر اون مقاله 1981 رو در مورد تورم در کشور ما مورد ارجاع قرار میدهند و میگن در این مقاله گفته اگر شما اوراق خیلی منتشر بکنید، در حجم بالا منتشر کنید و نرخ بهره شما از نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد، اقتصاد در نهایت دچار مشکل خواهد شد و نخواهد توانست تورم را کنترل کند. دوستان دقت بفرمایید، این الان مقاله ای است که مورد وثوق و مورد ارجاع بسیاری از اقتصاددانان ایران است. بعد میان نرخ اوراق رو در نظر میگیرن، مثلا میگن 22%، 23%، 25%، نرخ رشد اقتصادی ایران رو در نظر میگیرن. رشد اقتصادی هم نرخ رشد واقعی و ثابت رو در نظر میگیرن. میگن نرخ رشد اقتصادی امسال ما که 0.5% بوده. بعد به این نتیجه میرسن که پس اوراق برای کشور ما بسیار خطرناکه. دوستان من از شما میپرسم اشکال این اساتید ما چیست؟ ببینید در اون مقاله گفته شده، در اون مقاله گفته شده که اگر نرخ بهره اوراق بالاتر از نرخ رشد اقتصادی باشه در بلند مدت دچار مشکل خواهید شد. نگرفتن نرخ بهره رو اسمی در نظر گرفتن، نرخ بهره اسمی رو در نظر میگیرن مثلا 25%، از اون طرف نرخ رشد اقتصادی رو نرخ ثابت در نظر گرفته میگه 0.5%. اگر اون رو هم جاری در نظر میگرفت که باید هر دوش رو همسان باشن که در نظر بگیرید، یعنی اینجا نرخ بهره واقعی است، اونجا نرخ رشد اقتصادی باید واقعی باشه. این دوتا رو میتونیم با هم دیگه در واقع مقایسه کنیم. این اشکال به وجود آمده الان در اقتصاد ایران کلی من به باور بنده مشکل ایجاد شد سر همین بفهمم. خب نرخ بهره واقعی چیست؟ نرخ بهره واقعی هست نرخ بهره اسمی، مثلا در مورد اوراق الان در ایران نرخ بهره اسمی هست 25%. دوستان با هم دیگه محاسبه میکنیم اینجا. پس real interest rate RIR real interest rate مساوی است با نرخ بهره اسمی. فرض کنید برای اوراق مثلا الان که به 17% رسیده، برای نرخ سپرده بانکی هم مثلا این چیز حدود 17% حالا ما میگیریم 20%. فرض کنید که نرخ اوراق ما یا نرخ بانکی ما 20%، نرخ تورم انتظاری ما چقدره؟ این هم تورم انتظاری باید بگیم ما دوستان عزیز. این اینفلیشن هم در واقع expected inflation هست. expected یعنی نرخ تورم آینده. چرا باید نرخ تورم آینده رو در نظر بگیریم؟ برای اینکه نرخ‌های بهره هم در آینده تساوی پیدا می‌کنن. امروز شما وام میگیری، قرارداد می‌بندی، برای سال آینده این نرخ بهره فیکس شده، یعنی در واقع روی سال آینده اپلای میشه این نرخ. بنابراین نرخ تورم ما باید برای سال آینده در نظر بگیریم. نرخ اکسپکتد شما چقدر دوستان برای سال بعد؟ نرخ تورم 35، منهای 35، البته من میخواییم اونم بیشتره، ولی الان نرخ بهره ریل ما منهای 15%. وقتی نرخ بهره شما منفیه یعنی شما هر چقدر قرض کنید به نفع شماست. الان اگر دولت قرض کنه خیلی به نفع دولت هست که دولت کل کسری بودجش رو از محل استقراض انجام بدهد. دقت فرمودی؟ خیلی ما برگردیم سریع بریم جلو. و البته حالا من که در مورد اوراق صحبت کردم، یک نوع پول که من میگم جزء تعاریف پول به حساب میاد ولی نه دقیقا، یک نوع پول در اقتصاد هست که اثر تورمی ندارد. آقای مرادی مقدار سوال هایی که آقای مرادی عزیز میپرسن یک مقداری به حاشیه میره معمولا. من هم واقعا مصر هستم که پاسخ بدم خدمت شما. استقراض از جامعه، یعنی وقتی دولت اوراق منتشر میکند، خریداران اوراق، خریداران طبیعی اوراق در دنیا مشخصند. مهمترین خریداران اوراق اولیش بانک‌ها هستند، دومیش بانک مرکزی است از طریق عملیات بازار باز، اینجا توضیح دادیم، سومیش در واقع بعد از بانک‌ها و بعد از بانک مرکزی، سومیش شرکت‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی هستند و چهارمیش افرادی هستند که می‌خوان برای آینده بدون ریسک سرمایه گذاری کنند. آه نه، اینجا سوال خوبی بود، یه مقدار البته یه مقدار فاصله داشت با اون بحث ما،
ولی سوالی بود که بالاخره من باید به این میپرداختم. تشکر میکنم از شما این مراجعه. پس فقط بفرمایید الان به نفع دولت بود که اوراق منتشر کنه، چون RIR یا Real Interest Rate اوراق مشکل داره. حالا این اوراق که منتشر میشه خودش اون نقش های پول رو میتونه ایفا کنه، اما چون اوراق در جامعه به عنوان وسیله در واقع و ابزار انتقال به حساب نمی آید، معمولا در تعریف پول هایی که متعدد هم هستن معمولا اوراق رو نمیارید. حالا ممکنه یک جایی مثل کره جنوبی هم اوراق رو بیارن، که به نظر من درست این هست که اوراق هم جزء تعاریف گسترده تر پول به شما بیاید. خیلی بله، نوشتن که آقای سلیمانی نوشتن که البته نمیدونم چرا نوشتن استاد مقاله بلندچارت 2019 ملاحظه فرمودید تا وقتی نرخ اوراق کمتر از نرخ بهره واقعی اقتصاد باشد. بله، نرخ بهره واقعی که همون نرخ اوراق است، اصلا نرخ اوراق که میخوان نرخ اوراق در جامعه هست نرخ بهره اسمی است. شما میتونید منهای تورم بکنید، منظورش احتمالاً میگه من کمتر از تورم باشد. الان مثلا وضعیتی که در آمریکا و در غرب کلا در کشور صنعتی اتفاق افتاده این هست که در واقع نرخ بهره کوتاه مدت به صفر رسیده، نرخ بهره بلند مدت به حدود 1% رسیده و نرخ تورم یه چیزی حدود 2% خواهد بود نرخ تورم انتظاری. بنابراین این کشورها از محل اوراق کشور خودشون رو ساختند، الان کل اون بدهی رو که انبارش کردن نرخ بهره واقعیش منفی شده، یعنی بدون هیچ زحمتی در واقع مثلا در آمریکا بدهیش کوچکتر خواهد شد. البته اجازه نمیده کوچک بشه، از همین موقعیتی که در اقتصاد به وجود آمده و بدهی میتواند کوچک شود استفاده خواهند کرد و مثلا این بحران کرونا رو لغو خواهند کرد. چگونه است که در آمریکا الان دارن به همه جمعیت تقریبا پول نقد میدهند؟ از کجا اومده؟ دارن اوراق میفروشن پول نقد میدهند، چون به نفع اقتصادی که مصرف افزایش پیدا کنه. نوشتن استاد نرخ بهره با سود سپرده چه تفاوتی دارد؟ خب تفاوت دارد دیگه. وقتی شما پولت میذاری در بانک سود سپرده دریافت میکنی، یه وقتی میری باش اوراق میخری. احتمالا سوال شما این بوده که باید این دوتا نزدیک هم باشد. سوال درستی، در بلند مدت باید اینها به سمت هم دیگه واگرا باشن و کانورژ کنن در یک سمت قرار بگیرن، اما در کوتاه مدت چنین نیست. اینو دقت کنید، منظورم از کوتاه مدت مثلا در 6 ماه و 1 سال است. یعنی 1 سال ممکنه نرخ بهره اوراق خیلی هم بالاتر از نرخ بهره سپرده بانکی قرار بگیره. نمیشتن استاد نرخ بهره با سپرده چه بود؟ بله بسیار. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایند، من سریع‌تر برم. اگر همه مردم تصمیم بگیرن دیگه وام نگیرن و نظام اقتصادی از هم پاشیده میشود. ببین این اگرها یک اگرهایی هست که در اقتصاد اتفاق نمیفتن، توجه فرمودید؟ اما واقعیش این است که وقتی رکود به وجود میاد مقدار استقراض در جامعه بسیار کاهش پیدا میکنه. این واقعیته و همین هست که در واقع اقتصاد میرسه به استاپ. میگن اگر ایست در اقتصاد اتفاق افتاد، سنکوب شنیدید؟ برای قلب، ایست قلبی، همین ایست قلبی میتونه در اقتصاد اتفاق بیفته. الان برداشت این است که ممکنه کرونا تبدیل به ایست قلبی بشه، یعنی به تبدیل به ایست برای اقتصاد بشه. در این جور شرایط ناگهان در واقع فرایندی به وجود میاد. این سوال خیلی خوبی میپرسید واقعا، من حظ میکنم این بهترین کلاسی بوده که از نظر سوال ها ما داشتیم. ببین من نام نمیخواستم حالا بگم دی لیوریجینگ. دیلیوریجینگ، ببینید ما به بدهی میگیم اهرم. وقتی نسبت بدهی در اقتصاد بالا میره میگیم که اهرمی میشه اقتصاد. لیوریجینگ اتفاق میفته در اقتصاد. دیلیوریجینگ یعنی اقتصاد اهرم زدایی از اقتصاد انجام میشه. دوستان جهت اطلاع شما من فقط عرض کنم در شرایطی که ما در دو سال گذشته نرخ‌های تورم خیلی بالا داشتیم، یعنی نرخ‌های تورم نزدیک به 30% و 40% و حتی شاید بشود گفت بالا پرداشت، این اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده این هست که نرخ تسهیلات بخش خصوصی
نسبت به سپرده بخش خصوصی از 100 درصد هر سال کاهش پیدا کرده. یعنی از 1390 تا الان که من خدمت شما رسیدم هر سال مقدار تسهیلات بانکی نسبت تسهیلات بانکی، نه مقدار، مقدار افزایش پیدا کرده به صورت اسمی، اما به صورت واقعی که داریم در نظر میگیریم متاسفانه هر سال کاهش پیدا کرده. یکی از خطرناکترین قضایایی که ممکنه در یک اقتصاد اتفاق بیفته دیلورجینگ هست. دیلورجینگ که داره اتفاق میفته یعنی مردم دیگه مصرف نمیکنن، مردم دیگه اعتماد ندارن. یعنی چرا تسهیلات قبول نمیکنن، چرا استقراض نمیکنن؟ چون اطمینان، سطح اطمینان در جامعه کاهش پیدا کرده. بعد اتفاق عجیب دیگری که افتاد این بود که در دو سال گذشته که اینها کاملا تعمدی بوده، یعنی فردی در سازمان برنامه بودجه نشسته گفته که ما داریم به سمت بحران بدهی میریم، نباید زیاد اوراق منتشر کنیم. در دو سال گذشته که تحریم شدیم، در این دو سال مقدار بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص ملی متاسفانه کاهش یافته. اینها سیاست های خود تحریمی است. اینها بسیار صدمه زده به اقتصاد کشور. خانم هما صمدی پرسیدن در گذشته در قدیم پشتوانه پولی طلا بوده ولی الان پشتوانه پول جی دی پی هست. بله، خیلی از اقتصاددانان این رو میگن، اقتصاددانان متعارف این رو مطرح میکنن، اما چنین نیست. عرض کردم خدمتتون هم در دوران گذشته هم در دوران مدرن پشتوانه پول اعتماد مردم به اون پول بوده. وقتی اعتماد مردم به پول از دست بره دچار عدم تورم میشیم، یعنی ارزش پول به سرعت به سمت صفر کاهش پیدا میکنه. این هست که شما میبینید که مرتب تورم های خیلی بالا هست، عدم تورم داریم در اقتصاد. پس بنابراین اگر مردم اعتماد کنن، حالا این اعتماد شما میتونه سوال بفرمایید که این اعتماد از کجا به وجود میاد؟ این اعتماد میتونه به این خاطر باشه که اون این پول مثلا طلاست، به این صورت ممکنه اعتماد به وجود بیاد، ولی از یک جایی باید این اعتماد به وجود بیاید. مثلا اعتماد به کریپتوکارنسی مدت‌ها طول کشید تا مردم اعتماد کردن به کریپتوکارنسی، ولی الان اعتماد وجود داره. هر چند که ارزش متلاطم هست ولی اعتماد به کریپتوکارنسی وجود داره. استاد اگر سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری کند باز هم شاهد تورم خواهیم بود. اصلا بله دیگه، اینو من توضیح دادم در کلاس گذشته، حالا باز دوباره در این کلاس هم خدمتتون توضیح خواهم داد. ببینید اگر در یک کشوری فرایند به این صورت باشد که پول خارجی تبدیل به ذخایر خارجی بانک مرکزی بشه، در اون کشور همواره تورم میاد. و اگر به این صورت راحت‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، راحت‌تر از استقراض خارجی، ما نفت از زمین در آوردیم فروختیم، پولش رو برداشتیم دلار رو آوردیم داخل کشور هزینه کردیم، وضعیت ما مرتب بدتر شده. چرا؟ هم بیماری هلندی داشتیم هم تورم داشتیم. بنابراین سرمایه گذاری خارجی از بعد تکنیکال اقتصادی کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد، مگر اینکه انتقال تکنولوژی صورت بگیره که اون هم به همین سادگی نخواهد بود. خیلی دوستان، من با اجازهتون اینجا بحث رو متوقف میکنم. 10 دقیقه انشاءالله بریک داریم، زنگ تفریح داریم 10 دقیقه، بعد از 10 دقیقه من خدمت شما هستم.